خلاصه یه داستان سریال ترکیه ضربان قلب قسمت 49. اسما از آلپ عصبانی شده چون فکر میکنه او به بهانه سورپرایز اونجا آورده شده تا برنامه دیگرون رو تماشا کنه و هرچی آلپ میخواد توضیح بده او گوش نمیکنه. موقع رفتنش یک دختر و پسر جوان رو میبینه که به هم چسبیده هستن. ایلول علی رو میرسونه و علی به او تعارف میکنه. ایلول قبول میکنه و به خونه علی میره. اون دختر و پسر با هم دوست بودن و مشکل پیدا کردن، ولی دختر نمیخواد که از پسر جدا بشه و دست خودش رو با چسب ژاپنی به دست او چسبونده بود. پسر التماس میکرد که راهی پیدا کنن. ایلول و علی در خونه مدتی به بازی و سرگرمی میگذرونن، سپس همدیگر رو میبوسن. همون موقع نازلی به علی زنگ میزنه ولی علی نمیشنوه. نازلی سوار آسانسور تزیین شده میشه و از پرستارا درباره خاص بودن علی و ایلول و عشق اونها میشنوه و از حسادت تزیینات رو پاره میکنه. نسرین به ایلول زنگ میزنه و میگه وداد عصبانی و مست شده و میخواد او رو بکشه و از ایلول میخواد که اونجا بره. ایلول به ایپک و آغوز هم زنگ میزنه و میگه این دفعه ممکنه بابا واقعا قاتل بشه، من میرم تو هم بیا. ایپک نیز میره. صمد میخواد بوسه دستهای اون دختر و پسر رو جدا کنه و دنبال راه حلی هستش که سلیم اونها رو میبینه و به صمد میگه اونها جوان و عاشق هستن، بذار کمی با هم همینطور بمونن و بعد به خانواده هاشون خبر بده. ایلول میرسه و به مغازه میره و میبینه وداد روی زمین نشسته. او سراغ نسرین رو میگیره. وداد گریه میکنه و میگه من رو ببخش، خیلی به تو بد کردم، نتونستم از بچه هام مراقبت کنم. وداد مسته و رو به نسرین میگه تو چطور تونستی با من این کارو بکنی؟ من که دوستت داشتم. نسرین او رو بغل میکنه و میگه من کاری نکردم، حرفای زن ابراهیم نباید ما رو از هم جدا کنه. در این موقع ایپک و آغوز سر میرسن و تعجب میکنن. نسرین به ایپک نزدیک میشه اما ایپک میگه از هر دوتاتون متنفرم، ابراهیم از شماها با وجدان تر بود، دنبال من نیایید. سپس از اونجا میره. آغوز از این وضعیت ناراحت میشه. سینان به سلیم زنگ میزن و میپرسه برای فردا آماده هستی؟ سلیم جواب مثبت میده. روز بعد سلیم در بیمارستان هستش و توضیحاتی درباره بیمارستان میده و یه گروه فیلمبرداری از رو فیلمبرداری میکنن. سلیمان با این برنامه موافق نیست. نازلی پیش جان میاد. او از دیر اومدنش ناراحته و به نحوه آرایش کردنش اشاره میکنه. نازلی میگه امروز یه قرار کاری دارم. جان میگه شاید برای علی آصف این کار رو میکنی. نازلی ناراحت شد و میگه تفکرات تو هستن که مشکل دارن. ایلول پیش یه پسر بچه برای معاینه میره. آغوز و علی عکس های او رو نگاه میکنن و آغوز میگه تومور جای حساسی هستش و عملش ریسک داره، ممکنه فلج بشه. مادر بچه میگه اگه او رو عمل نکنید او 2-3 ماه دیگه میمیره و به علی میگه از تلویزیون دیدم که شما چه عمل سخت و حساسی رو انجام دادید، لطفاً به پسرم هم کمک کنید. صمد هم به خاطر وضعیت بچه ناراحته. صمد به آلپ میگه بعد از مرخص شدن از بیمارستان کجا میری؟ خونه هم که نداری، پیشنهاد ازدواجم که دادی. آلپ میگه فکر میکردم خواهم مرد، کاری که شده و حالا من باید به خواستگاری برم، اما هیچ کس بزرگتری رو ندارم. صمد میگه یه فکری میکنیم. علی به مادر اون بچه که اسمش کرم هستش میگه احتمال موفقیت عمل خیلی کمه، تومور برداریم هم کرم ممکنه از گردن به پایین فلج بشه، باید تا آخر عمر با دستگاه زندگی کنه. مادرش میگه من راضی به این قضیه هستم. علی وقتی اصرار او رو میبینه قبول میکنه. علی در نظر داره با کرم هم صحبت کنه اما مادرش میگه او از تومور خبر نداره و فکر میکنه برای کمردرد اونجاست و لزومی هم نداره بدونه. بالای پشت بام گروه فیلم برداری مشغولن و از سلیم و سینان فیلم میگیرن. سینان توضیحاتی در مورد این اتفاق بد میده و میگه ایده کشته شدن و من دخترم رو از دست دادم، در حالی که او سعی میکرد بچه ها رو نجات بده. گاهی مجبور میشیم به بیماران خبر بدی بدیم از زخمی شدن یا مرگ کسایی که دوستشون داریم. اون روز من فهمیدم که شنیدن اون خبر چقدر بده. در ادامه سلیم و سینان چند مورد از اخبار خوب رو هم میگن و اینکه علی آصف یک عمل 13 ساعته یه سختی رو داشته که با موفقیت انجام شده.
خلاصه یه داستان سریال ترکیه ضربان قلب قسمت 50. نازلی پیش سینان رفت و میگه میخوام دوباره به پزشکی برگردم. سینان میپرسه چرا بیمارستان ما رو انتخاب کردید؟ نازلی به وجود استادهای خوبی مثل علی آصف اشاره میکنه. سینان میپرسه شما هم دیگر از کجا میشناسید؟ او میگه علی شوهر سابق منه. سینان او رو استخدام میکنه. منشی به سینان خبر میده که بابای یلدا خانم آقای ماجد اومده. سینان اونجا میره. جان در اتاقش هست که علی به دیدنش میره. او به علی میفهمونه که او برای زندگیش مشکلی هست. علی میگه من به زودی ازدواج میکنم. جان میگه خبر تازه رو شنیدی که نازلی به پزشکی برمیگرده؟ میتونم دلیل منصرف شدنش از شغل معلمی رو که دوست داشت بفهمم. علی میگه من هیچ ربطی به همسرت ندارم. سینان پیش گروه فیلم برداری میره و به سلیم میگه که آقای ماجد بابای یلدا اومده. سلیم میپرسه او رو چرا صدا کردید؟ سینان میگه چون او بلد هستش هر نقشی رو بازی کنه. سلیم میگه ولی من برنامه ساز تلویزیونی که نیستم. ایپک به ایلول گوشزد میکنه که در مورد علی آصف خیلی خاطرش آسوده هستش. سینان مقابل دوربین هستش و آقای ماجد رو به عنوان پدر یکی از کارکنان فوت شده معرفی میکنه. آقای ماجد پشت دوربین به جای حرفای دیکته شده میگه اگه بلد نیستید از بیمارستان و کارکنان اون محافظت کنید، بیمارستان درست نکنید. دختر من اینجا با اسلحه گرم کشته شده. سینان به بهانه استراحت او را کناری میکشه و میگه قرارمون این نبود. هدف ما چیز دیگه ای هست. اسما برای آلب غذاهای مقوی درست میکنه و میبره. آلب میگه این غذاها برای مریض مناسب نیستن. اسما فکر میکنه و بهانه گیری میکنه. آلب میگه به نظرت برای پیشنهاد ازدواج عجله نکردیم؟ اسما ناراحت میشه و میره. نازلی علی رو میبینه و خبر برگشتنش به پزشکیش رو به او میگه و اینکه میتونه مثل گذشته ها با هم باشن. علی میگه برای همکاریت احترام قائلم ولی تو به خاطر من این تصمیم رو گرفته ای؟ نازلی انکار میکنه و میپرسه برگشتن من باعث معذب شدنت میشه؟ فکر درگیر میشه؟ علی میگه واقعا خودت این حرفا رو باور میکنی؟ ایلول از دور اونها رو میبینه. کرم رو به امرای میبرن. او از ایلول میپرسه تومور من بزرگتر شده؟ من از دکترها شنیدم. ایلول میگه مادرت خبر داره که تو میدونی؟ کرم میگه نه نمیدونه. او همش گریه میکنه که بهش نگید ولی من خبر دارم. ایلول میگه دکتر علی آصف بهترین دکتره و بهش اعتماد داشته باش. ایپک میگه من از نازلی خوشم نمیاد. به نظر من زن خطرناکی هستش و او دنبال علی آصفه. ایلول میگه من در محیط بیمارستان کارم رو با این مسائل قاطی نمی کنم. بچه هم بیخیال شو یا به من نگو. نسرین میبینه که وداد قصد فروش مغازه رو داره و اعتراض میکنه که چگونه باید خرجشون رو در بیارن. وداد میگه هیچ کس اینجا نمیاد که ما درآمدی هم داشته باشیم. نسرین میگه نباید به اونا و حرفاشون اهمیت بدیم. وداد میگه من نمیتونم اینجا به صورت کسی نگاه کنم و باید از اینجا بریم. سمک بیماری رو با بارانکات حمل میکنه که همون موقع دم در آسانسور او رو از اورژانس میخوان. او ایپک رو اونجا میبینه و بیمار رو به او میسپاره. ایپک سوار آسانسور میشه. سینان در مصاحبه تلویزیونی خودش میگه تصمیم گرفتیم کمبودها رو جبران کنیم و سیستم ایمنی اینجا رو تقویت کنیم و اینجا رو برای بیماران و دکترها محل امن کنیم. آسانسور بین راه متوقف میشه و درش باز نمیشه. ایپک هر کاری میکنه در باز نمیشه. سینان از طریق دوربین ها به ایپک میگه همه چیز در کنترل هستش و به زودی مشکل رفع میشه. ایپک به شدت مضطرب و عصبی شده و نمیتونه به بیمار رسیدگی کنه. او حالش بد میشه. بیمار احتیاج به تنفس داره و ایپک توان انجامش رو نداره. خاطرات اون روزهایی که در گودال بود یادش میاد. آغوز ماجرای آسانسور رو میشنوه و به اونجا میره. کرم کنار مادرش هستش و ایلول میگه ما برای عمل آماده هستیم. کرم به مادرش دلداری میده که ناراحت نباشه. آغوز و معموری کنار آسانسور میرسن و آغوز به ایپک تذکر میده که به وضعیت بیمار رسیدگی کنه. در آسانسور رو باز میکنن اما ایپک در طبقه پایین تر هستش. آغوز به او دلداری میده اما ایپک حواسش نیست تا اینکه آغوز سرش داد میکشه و میگه زودتر کارتو انجام بده. ایپک به خودش میاد و شروع به ماساژ قلبی میکنه. علی و ایلول در اتاق عمل کرم هستن. آسانسور رو بالا میارن و بیمار و ایپک رو از اون خارج میکنن.